باشه، آرزوم آرزوت به من رسیدن باشه. عزیزم همه چیزم داشتن تین رویاست، باور کن که مثلت فقط یکی تو دنیا. آرزوم آرزوم مهمونی تو قلبم، دوست دارم و ای دورت میگردم، قسم به مهربونی به اون مهر نگات برای امروز، برای داشتنت چی کار نکردم. آرزوم مهمونی تو قلبم، دوست دارم و ای دورت میگردم، قسم به مهربونی به اون مهر نگات برای امروز، برای داشتنت چی کار نکردم. آقا زنده باد، درود بر علی رضای روزگار عزیز. سلام. چطوری آقا؟ خیلی خوش اومدی. بفرم. خب عرض کنم خدمتتون که ما میبینی محسنم؟ آره محسن میبینی. محسن سلام علیکم. سلام. فکرم الان تکی منه. حال شما چطوره؟ صبح همگی به خیر باشه انشالله. بیننده های خوب سلام میکنم شون. سلام، سلامتی میاره، دوستی میاره، رفاقت میاره، محبت میاره، عشق میاره، همه چیزهای خوب و نام زیبای خداست. سلام میکنم به همه اونهایی که با تمام محبتشون دارن ما رو تماشا میکنن. یه هفته خیلی خوب، یک جمعه خیلی خوب، یه سری مهمون خیلی خوب و باغ مصفای عفیف آباد و همه چی آرومه، همه چی هست واسه اینکه یه روز خوب داشته باشه. آقا خیلی خوش اومدین. متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز برنامه خوشا شیراز و تمامی صحبت هایی که دوستان فرمودن، آقای سلوکی عزیز و آقای محسن آزادی، محسن عزیز، همه اینا رو به علاوه یه عشق اضافه میکنم و تقدیم میکنم به تمام مردم عزیز این سرزمین. همشهریات، همشهریای بودم. گفتم وطنی علیرضا، چون وطنی الان برای ما میدونی یه حس خاصی نسبت بهش داریم. بیرونم دیدم گفتم حسابی من هواتو دارم روک. آره من شنیدم که این راستشو بخواین. خب من با علیرضا قبلا برخورد نکردم. بعد همینجوری که داشتم توی اطرافم میچرخیدم ببینم که خب نگاه ها و نظرات در مورد علیرضا چیه، دیدم که به شدت شیرازی ها و استان فارسی ها نسبت به علیرضا یه استقبال خیلی خوب. آره خیلی خوب. بعد برام سوال بود، گفتم که علیرضا شیرازیه کجاست؟ که آره امروز صبح یادم تونستم ازش بپرسم، گفت من مرو دشتی ام. اصلا کی اومدی تهران و شروع کردی کار حرفه‌ای رو انجام دادن؟ سه چهار ساله. قبلش همینجا بودی تو؟ داشتی تو همین من شیراز بودی یا همینجا بودم؟ و اینجا کار موسیقی میکردی همون موقع؟ کار موسیقی انجام میدم به صورت پراکنده با کارهایی که مصطفی، آقا مصطفی برادرم میساختم. کارم از کارهای آقا مصطفی بود که پخش شد. آره تنظیمش با بله تنظیمش آقا مصطفی بود. مثلا میگه من یه خاطره هم یادم افتاد. چهار سال فکر میکنم، چهار سال پیش تقریبا، سه چهار سال من گزارشگری میکردم یه آیتمی رو کار میکردم به اسم محله محبت توی یک برنامه به اسم کاشی پنج. بعد یادته علیرضا؟ علیرضا اومده بود که بخونه اونجا. من خیلی دوست داشتم علیرضا روزگار کیه، کار جدید اومده، خلاصه ازش وایسادم بیرون و نگاه کردم. هیچ سلام علیکی هم با هم نکردیم. بعد دیشب که هادی گفت علیرضا روزگار امروز مهمون برنامه‌تونه، من رفتم اون موقع و دیدم این فاصله هم منو هم علیرضا رو چقدر دوچار تغییرات کاری کرده و این اتفاق خیلی خوبیه. پیشرفت دیگه، اتفاق خوبیه دیگه، بعدم اینجوری باشه. خب الان در چه حالی، چه می‌کنی؟ اوضاع احوال چندم که کنسرت‌های خیلی خوبی برگزار کردی و کلی. بله آخرین کنسرتمون 4 5 روز پیش بود فکر می‌کنم تهران. یه کنسرت خدا رو شکر پربار بود. خیلی خوب بود. سانس اضافه شد.
اضافه کنم. شده خوب اومدی برای اینکه کاملا آفرین. خوب بود. به خاطر اینکه روز بعدش یعنی دقیقاً جای دیگه برنامه داشتم مجبور شدیم که سانسا رو توی روز اضافه کنیم و برای اولین بار یعنی یه کار خب حرفه‌ای نیست ولی سه سانس در سه یک سانس روز اجرا کردیم. آره دو روز دو تا سه سانس اجرا شد. او. از حنجره چیزیمون؟ آره خدا رو شکر. اوه خیلی سخته. هرچی تعداد میرفت بالاتر چیز بیشتر بهتر میشد. حنجره بهتر جواب میداد. سانس آخر بهتر از سانس. سه سانس توی روز. من میگم که نداشتیم بی سابقه بود ولی دیگه ما این کارو ریسک کردیم و انجام دادیم. خدا رو شکر که جوابم داد و خب دیگه به خاطر اینکه استقبال شده بود این حرکت انجام شد. عریضا این هرچی تعداد میره بالاتره روی استیج دوچار استرس میشی یا دوچار یه هیجان خیلی خوبه سازنده کنیش؟ من دوچار همون هیجان خوبه میشم. یعنی چه شکلیه این هیجان؟ سانس فکر کن شما سوم همه میگن چه روز اول چه روز دوم سانس سوم میگم خیلی پر انرژی تر بوده کلن کار از همه یعنی از دو سانس اولش قوی تر تازه موتورش داغ میشه تازه آره داغ میشه و اما سوغاتی این هفته سوغاتی این هفتهمون در مورد کلوچه مسقطی شیرازه. کل ایران که تشریف میارن شیراز به عنوان سوغات میبرن. مواد اولیه مسقطی تشکیل شده از نشاسته، گلاب، شکر، خلال بادام، خلال پسته و زعفران و روغن و هل سابیده. مواد اولیه کلوچه تشکیل شده از آرد برنج، آرد گندم و روغن که ما اول زیر دستگاه قاطی میکنیم و شربتی هم که داخلش میریزیم تخم مرغ، شکر و شیره شکر و هل سابیده. تندیس و لوح سپاس جشنواره برای تولیدات گویانمایی اهدا می شود به مرکز فارس.
دلبر، موسیقی صدای زندگی است. تندیس و لوح سپاس جشنواره اهدا می شود به مرکز فارس. تندیس هدهد و لوح سپاس جشنواره برای بهترین برنامه‌های ترکیبی جیم و دال رادیویی اهدا می شود به مرکز فارس. تندیس و لوح سپاس جشنواره برای بیشترین تولید برنامه و حضور فعال در شبکه شما اهدا می شود به مرکز فارس. تبریک میگم خدمت جامعه مهندس کشفی، همه دوستان و همکارانم و همه رفقا در مرکز. خسته نباشین، بفرمایید شما. سلام، تبریک و خیلی خوش اومدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان شریف، همه همستانی ها و همشهری های گرامی، و تشکر از شما آقای آزادی و همه دستندرکاران برنامه خوشاشیر است. خب الان چیزی که الان پخش شد به عنوان بخشی از نتیجه جشنواره، خب مستحضرید که سالانه بزرگترین رخداد فرهنگی کشور که با حضور همه استانها انجام میشه جشنواره تولیدات مراکز هست. مراکز صدا و سیما که 33 تا مرکز ما در کشور داریم، سالانه محصولات تولیدی خودشونو در حوزه صدا، سیما، خبر، موسیقی و پژوهش توسط داورهای مختلف ارزیابی میشه و نتیجهش در پایان جشنواره اعلام میشه. خب مستحضر دست جشنواره 17 هم که در سال 88 در بندر عباس انجام شد، تا این جشنواره 18 هم که چند روز گذشته در تبریز انجام شد فاصله 4 ساله داشت. یعنی 4 سال بود که عملا جشنواره انجام نشده بود. طبیعی است که حجم آثاری که برای جشنواره رفته بود خیلی زیاد بود و عملا دیگه تصور ما در مراکز این بود که جشنواره دیگه انجام نمیشه. لذا ویژگی این جشنواره این بود که آثار روتین مراکز که از طریق شبکه رادیو و تلویزیونشون پخش میشد توسط داورها ارزیابی شد. یعنی کار برای جشنواره نبود، کار برای آنتن بود، تولید برای آنتن و برای پخش. خب حجم زیادی بود، برای اینکه بالاخره بتونن اینها رو جمع‌بندی کنن سطح نمرات رو بردن بالا. طبیعتاً کارهایی میتونست به این جشنواره به داوری را پیدا کنه که فاخرترین بود و شاخصهای کار حرفه‌ای و رسانه‌ای رو به تمام معنا داشت. بعد هم رقابت بین 33 تا مرکز محصول 4 ساله. طبیعی است که خیلی داوری سخت بود و اون رقابت تنگاتنگ اتفاق می افتاد. خوشبختانه سرجم کار که در کمیسیون های مختلف در تبریز انجام شد، صدا و سیمای فارس موفق شد 28 جایزه در 5 حوزه دریافت کنه و در شب اختتامی هم 4 تندیس برتر یا هدهد زرین رو از آن خودش کنه و در جمع به جهت هم تعداد جوایز، هم تعداد تندیس، هم تعداد کارهایی که موفق بودن توی مجموعه، مرکز فارس به عنوان مرکز برتر کشور و یکی از پر افتخارترین مراکز کشور به حمدالله درخشید. خب البته این در ادامه توفیقاتی بود که یک ماه گذشته ما در جشنواره فنی داشتیم. صدا و سیما عمدتاً به 2 بخش کلی و عمومی قابل تقسیم است. یک بخش کاملا تخصصی است که تولیدات هستن که خلاصه میشن تو این 5 حوزه صدا، سیما، خبر، موسیقی و تحقیقات، و یک حوزه زیرساختی داریم به نام حوزه فناوری رسانه، حوزه فنی، حوزه‌ای که کار سخت افزاری انجام میده، حوزه‌ای که بستر کار تولید رو فراهم میکنه، حوزه‌ای که کمک میکنه سیگنال رسانی اتفاق بیفته، یعنی از تولید به گیرندگان برنامه برسه. حوزه بسیار گسترده، بسیار تخصصی و فنی است. خوشبختانه در جشنواره 12 فناوری رسانه هم مرکز فارس 8 جایزه گرفت. کلن 25 جایزه بیشتر توزیع نشد. یعنی 1/3 جوایز کل کشور در جشنواره فنی به مرکز فارس رسید و مرکز فارس عنوان برترین برترین ها رو داشت. و این یه توفیق
بسیار بالاخره ارزشمندی بود که توی این مجموعه برای مرکز فارس پیش آمد. خب قبل از این هم که رادیو فارس به عنوان رادیو برتر بود، یعنی در عرض یکی دو ماه گذشته به قول بچه های روابطون سه بار پرچم فارس بالا رفت، یک بار به عنوان رادیو برتر، یک بار به عنوان برترین برترین های فنی، یک بار هم به عنوان جشنواره 18 ام برتری تولیدات مرکز فارس. شما ورزشی ها اصلا مجموع مدال ها نشون میده که دیگه کلا سال 93 و البته دیگه 92 هم جزو حساب 92 93 به قول خدا میمانه با بچه ها پرچم استان فارس این بار توسط مرکز فارس دوسیمای مرکز فارس بالا رفته و واقعا باید خسته نباشید به همه ی رفقا بگیم. خب ما یکی از رفقای کم صحبت بی سرزبون کمروی بچه شهرستانیه، کمروی بی سرزبونه، سر به زیره آقا مصطفی زمانی بالاخره بعد از مدت ها مهمان برنامه ماست. خیلی خوش اومدی. سلام مصطفی زمانی. خیلی سلام شما. سلام، من با این عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم بسیار خوب و دوست داشتنی شیراز و همچنین خب جای دیگه هم دارم میبینم، به همه بینندگان عزیزی که هر جا دارم این برنامه رو میبینن خوشحالم در خدمتتونم. در خدمتتون. آه خیلی خوشحالم. قربونت برم. مخلصی. چه خبر احوال؟ سلامتی. بچه شهرستانی بی سر زبون هستی واقعا؟ نه. ولی یه ذره موقعی که ما اومده بودیم چیز بود دیگه. یه صحبتی شده بود، یه مجله‌ای نوشته بود مثلا. بعد که با احسان تو اون برنامه بحثشو کردیم، آره بیش به شوخی با بچهای سینمای شوخی داریم میگیم بی سر زبون سرویس، مثلا این ذره اذیت میکنم، میگم بابا مثلا اینو چیز کن، میگم آقا واسه شما بچه بی سر زبون گیر آوردین. من نکته جالب محسن در مورد، حالا من به همه مخاطبا بگم، ما مسافر سالهاست میشناسمش، به شدت از اینکه بگیم من بچه شهرستانی ام افتخارم میکنه خیلی زیاد. بعضیا نمیدونم حالا چرا هی دوست دارن که اصل و نسب و گذشته و پیشینه خودشون رو فراموش کنن. مصطفی به شدت به این موضوع که بگه آقا من عین شما هم هیچ فرق نمیکنه و من همون بچه شهرستانی هم و پای این قصه وایساده. من امروز همش تو ذهنم بود که بابا تو در مورد این موضوع حرف بزنم که هیچ وقت اون دوران کودکی نوجوانی خودت فکر میکردی که یه بچه شهرستانی به قول خودت که داره توی فضای کاملا عادی مثل بقیه زندگی میکنه، شهر برنج و دریاست دیگه، شهره مثلا یه چهره شناخته شده و موفق که حالا خیلی ها، خیلی از جوانای امروز، خیلی از اون همسن و سالای همزمان تو به عنوان الگو، به عنوان نمونه، به عنوان آدم موفق میشناسن، میگن خب این چه مسیری رفته من دنبالش برم. امروز مصطفی زمانی اینجا نشسته و به عنوان یه آدم موفق داره حرف میزنه. هیچ وقت فکر نمی‌کردی این مسیر اتفاق بیفته؟ اتفاقا حال نسبتا موفق، نسبتا موفق آره. هرچی، ولی واقعیتش اینه که محمد جان ببین، من یه موقعی میشه گاهی موقع میگم که ما همه جای دنیا علیه نژاد پرستی. ببینید ما هنوز هم من اعتقاد دارم اصلا نژاد پرستی از بین نرفته. ببینید شما همینقدر مثلا شهرستان، تهران، روستا، آره. این مرزبندی هایی مرزبندی میکنم. یعنی ببینید نژاد پرستی یعنی شما مرزبندی میکنید و نه اینکه تفاوت قائل بشید، نه دیگه همین که خط بذاریم پایی میکاره. من بچگی احساس میکردم من واقعا، ببین تو مغزت نباید همچین چیزی باشه. به نظر من یه چیزی توی وجود آدمه. مصطفی زمانی چه کارایی کرده تو زندگیش برای اینکه امروز اینجا بشینه و بگه که خیلی خب حالا دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، با خیلی راحت دارم برنامه‌ریزی می‌کنم؟ نسبتاً کار دیگه‌ای کردی تو زندگی؟ شغلای دیگه‌ای هم داشتی؟ آره من خب زمان دانشجویی، دانشجویی که نبود، برای پشت کنکور که بودم، من دوست بابام یه مغازه داشت، یادم اون موقع مثلا شرکت هایی که بارها از تهران میاد اونجا، من اونجا یه اتاقکی بود بالا خیلی کوچیک، خب حسابداری نوشتنی بود، سه ماه تابستون ها این کارو میکردم. آره بعدش هم زمان دانشگاه یه موقعی مثلا شده من ویزیتوری هم کردم برای اینکه مثلا کار کنم.
آفرین واقعی یا به خدا آفرین مصطفی زمانی که تو در دوران نوجوانی رفتی کار کردی. نه اصلا همه دنیا و جواناش دارن این کار رو میکنن. ببینید همین من چیزی رو که نگرانم، ببینید تو من میشناسی، من خیلی سیاسی و حوصله حرف زدنه جنم، من یه هنرمندم و به نظرم سواد سیاسی هم از یه رأی خودم. همه منتظر، من هیچ وقت منتظر نبودم کسی برام کاری بکنه. من هیچ وقت توقع نداشتم از جان، هنوزم آمد ندارم. ببینید مثلا دارم میگم امسال سال فرهنگی اعلام شده، من و تو تو این عرصه ایم، من و تو میدونیم که ما بهتر میتونیم کار بسازیم، ولی من و تو باز خیلی عقب‌تر از کسایی هستیم که استفاده میکنن از ارتباطشون. ولی باز من نمیام بگم آقا چرا به ما نمیام، به من ربطی نداره، یه کسی بهتر میتونه انجام بدن، یا آزمون خطایی، یا تهش، یا آقا ما اشتباه کردیم یا نکردیم. جوانان محمد دارن غور زن میشن، ببخشید دارن غور میزنن، شرایط عوض نمیشه که، برای هیچ کس تا به امروز عوض نشده با غور، این به بعدم نمیشه. من زندگی آسونی نداشتم محمد، بسیار زندگی داشتم که شاید من به تو بگم من از زمانی که به دانشگاه رفتم تا به امروزی که جلوی تو ایستادم هنوز یک ماه دو ماه کامل نداشتم که بهت بگم من به لحاظ فکری اونقدر رها بودم نسبت به آیندم که آروم باشم. خیلی موقع به ما میگن مثلا چرا جواب تلفنتون نمیدیم، بعد میگن اینا همش جلسه ولی ندارن، برای اینکه ذهنمون درگیره. خیلی ما با ذهنمون باید زنده بمونیم که بازی بکنیم، اینو نمیتونیم به کسی بگیم. میدونی چی میگم؟ میگه آقا خونه خونم جواب، من که واقعا من اگه ذهنم نداشته باشم با چی بیام بازی بکنم؟ جوان اون چیزی رو میبینه که من جلوی دوربینم. من دیروز بهت گفتم ما وقتی یه کارهایی میکنیم، ببین خیلی ها ممکنه بگن وای فلانی شانس آورد اومد، درسته؟ بعد تو میبینی آقا شانس، خب تو میگی برگ درخت نمیفته بی منطق و بی اذن خدا، یعنی دو پهلو داره، چون خود اراده الهی وقتی شکافته میشه اوج منطق توشه، یعنی اینجوری نیست چون علم نداری میگین متوجه. خب اصلا شانس، کسی که میگه شانس میگه یعنی جهل، کسی که جاهل به منطق میگه شانسش زیاده طرف، یا حالا نمیدونم میگه شانس در خدمت ذهن آماده است. ببین چی میگم، حالا همین جالبه توی میداری میگی اینشتین، بهش میگن که اینشتین میگن که واقعا این کتابی چیز، بهش میگه تو تاریخ رو دیگرگون کردی، یارو رو میگه حرف نزن، من هم مثل بقیه بودم، فقط من در زمان و مکان مناسب بودم، بقیه هم باسواد‌تر بودم، من برات میارم. خب میگه من نمیدونم. ببین اینشتین هم به ابر و باد و ماه و خورشید و فلک احتیاج داره، چون نمیدونه چرا در زمان و مکان، اون میشه زندگی درست بر روی زمین، اون میشه انسانیت. شما میتونی یه مغازه سوپرمارکت هم بزنی زندگیتو شروع کنی، چقدر میخوای بازی کنی، جنس از اینجا بخری بذاری اونجا، از انسان نباشی در زمان و مکان مناسب هوا میشه پوله، بعد مینویسم یا لذتش رو از دست میدی. ببینن خیلی ها نشستن دارن ما رو میبینن، رقماشون هم میدونن، همشون تو خلوتشون این جمله منو میدونن، من یکی از سه ضعف انسان ها رو تجربه کردم، شهرت، قدرت، ثروت، سه نقطه ضعف انسان ما یه دونش تجربه کردم. خب خیلی موقع ها فکر میکنید که یه کسی داره لذت میبره، مهم لذت برد از زندگی. چون سه تا شد میگن آخه کسی که شهرت داره دیگه قدرت و ثروت هم میاد دیگه، اگه بخوای میتونی استفاده کنی. من وسوسه میشدم محمد جان، وسوسه میشدم ولی زشت بود برام. من اعتبارم، چون اعتبار شهرتیم از مردم، من مردم خجالت میکشم که بخوام استفاده از، ببین هیچ مشکلی نداره کسایی هم که استفاده میکنن، من نوعی میگم. تو میگی من بر اساس فلسفه و شناخت دیگه شناخت چی میگن، بستر خاصی بوده که مصطفی رو به یک جهانبینی خاص رسونده. اینو جهانبینی تو نقشاش هم میبینی، نقشش رو زندگی میکنه. نقشش کجا اومده محسن؟ از کجا؟ حالا بابات چطوره؟ خوبه، بذار نگاه کنم. امروز خوبه. من خدمت خانواده محترمه مصطفی زمانی سلامی بکنم، پدر بزرگوارش و مادر عزیزش. یکی از دلایل اینکه من مصطفی رو دوستش دارم خیلی زیاد اینه که
اصلا رابطه دوستی مونم از همینجا شکل گرفت که من فهمیدم مصطفی یک فرزند خلف و یه فرزند دوست داشتنی برای خانواده‌اش و بعد به شدت عاشق پدر و مادرشه. قبلا فروختمه داره بابا کاریکاتوریست از هم میگذر. من همیشه میگم کاریکاتوریست مؤدبیه. ببین خودش نیدم من دارم از این من نور خورده بهش. نه علی رضا روزگار رو داری میبینی زیریه نه خودم رو دارم بعدش منم اون دیگه تشخیص بدم اینقدر یعنی فکر کنو چشای سبز تو اینقدر کار میکنه که از آخه من شرمندم به خود ولی خدا وکیلی خیلی بهم تخفیف دادی. این هم که علیرضا روزگار رو کشیده خودش خیلی بهم تخفیف دادی. دمت گرم. آره کیک تولد هادی هم کشیده مؤدبانه. کیک تولد هادی رو میشه یه بار مصطفی این کاریکاتور رو بگیره کنار خودش و بعد بگیرین که بگیر. خیلی بهم تخفیف داده ولی ببین چقدر شبیه اون بار گرفتم خودش تعریف میکنه. دیروز تعریف میکرد مصطفی تو بنا تو بچه بودی خیلی شیطون بودی؟ ابدا. من الان نشستم پای تلویزیون دو تا برادر بزرگتر خودم داشتم بعضی کافی آتیش باله بودم. بعد مامان من خیلی بنده خدا برای تربیت ما زحمت کشید چون بابا سر کار بود. خب ما چهار تا پسر اول یه خواهری ما شما چهار تا پسر یه بله اون دو تا انقدر شیطون بودن و درسم نمیخوندن خیلی. من به خاطر اینکه مامانم خوشحال باشه بابام خوشحال باشه من درس بدم می اومد جور اونا را بدم اولی بار دادم ولی خوب به خاطر اینکه اونا خوش مامان بابام خوشحال شدن اینقدر درس خون بودم یادشونه بچه های دبیرستان و همش هم تو خونه بودم. ولی یه سوالی من داشتم هیچ وقت همیشه هم مامان می پرسم میگه مامان تو اون دوتا رو می زدی؟ مثلا اون خیلی شیطون بودن اصلا عجیبی بودن. من جلو تلویزیون نشسته رد میشه دونم به من هم میزه من هیچ خواهر بهم زیده نمیزه. من چرا نباید تفاوت باشه بین برای آره من همه شده از میپرسیم منو میزدیه عدالت در کتککاری هم رعایت میشده. خیلی خوب. نه به خاطر اینکه اینقدر مظلوم بودی احتمالا داشتی جرم رو میکشیدی. نه مظلوم نه معروف به این بودم که من همیشه سیاس بودم. نه بابا هیچ وقت مظلوم نبودم. آره خیلی خوب. متاسفانه وقت تموم شد و خیلی زود دیر شد. آره چهل دقیقه داشتیم گفتگو میکردیم خیلی چسبید خیلی بکم نداشته باشه. این هم دعوت ما از مصطفی زمانی. امیدوارم که دیگه اینقدر من گیر ندیم که مصطفی کو چرا نیومد. بالاخره اومد توی برنامه و مصطفی ممنونم ازت. قربونت برم. من آخرین بارم غیر از برنامه تخصصی فیلم هم من همین برنامه اومده بودم. برنامه خوبیه. من خیلی 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 زیاد مردم شیراز دوست دارم و اینجا خیلی برای من همیشه دوست داشتنی بوده. اینو سوای میگم تو میدونی من خیلی ممکنه برم جایی نگم من خوشم نمیاد از اونجاها ولی جایی که میرم میگم خوشم میاد واقعا خوشم میاد. امیدوارم همیشه برقرار باشید پشت هم باشید و هم کمک بکنید و مطمئن باشید در کنار هم باشیم خیلی خوش میگذره. ممنون. قربونت. زنده باشید.